بچه فصل بعدی که با هم دیگه میخوایم کار بکنیم فصل تالس و تشابه اینا هست. اولین قسمتش نسبت و تناسب هست. دو تا کس با هم برابر باشن خیلی سره، مثلا آب مساوی 3 باشه، این یعنی اینکه عادی مساوی 20. چیزایی هست که بلدید بیجت وقتمون رو هدر اینا ندیم، بریم مسئله با هم دیگه حل کنیم. درسته؟ سال 676 یه مدر خودتون فکر کنید، خودکار بردارید، شماره زوج با هم دیگه انجام میدیم دیگه، سریع انجام بدید. حالا دقت کنید 676 درسته؟ این ربطی به هندسه نداره، فقط یکی منهای 2x به روی 3 منهای 2y مساوی xy. اینو داده از ما چی خواسته؟ نسبت xy رو خواسته. درسته؟ چیکار کنیم؟ طرف این وسط نگه کنیم، نسبت این وسط نگه کنیم، ایکس رو دوباره بر کنیم، بعد بازم نسبتش میشه باز ایکس بی بریک، بعد صورت رو با هم جمع کنیم، مخرج رو با هم ایکس بی بریک میشه. نمیشه چنین کاری کنیم؟ نه شدنش میشه آقا. آه یه دقیقه، حالا الان میگم چیزی که گفتید. درست یه دقیقه گوش میکنید. یه روش اینه که ببینید طرف این وسط نگه کنیم. درسته؟ طرف این وسط نگه کنیم میشه ایگرگ منهای 2 تا ایکس ایگرگ مساویه 3x منهای 2 تا ایکس ایگرگ. درسته؟ بعد این 2 تا ایکس ایگرگ ها با هم میرن، ایگرگ میشه 3x. درسته؟ ایگرگ ایکسون میشه 3، ایکس ایگرگ هم میشه 1 0. درسته؟ میشه گزینه 3. حالا این یه مطلب، یه مطلب دیگه دقت بکنید، میتونستیم این کار رو بکنیم. آ مساوی ب مساوی 3 درست باشه، مساوی کا باشه، آی به اضافه سی بی به اضافه دی باز همون مساوی کا میشه دیگه. قبول دارید؟ مشکلی که نیست. چرا؟ چراش نگاه کنید، آ میشه بی کا، سی هم میشه دی کا. درسته؟ اینجا به جای آ بی کا بذارم، اینو نگاه کنید، بی کا به جای سی دی کا بذارم، از کا فاکتور بگم با مخرج میره ساده میشه شکا. درسته تا اینجا؟ قبول تا اینجا؟ مشکلی که نیست. حالا الان بیام این اتفاق بیفته، یکی منهای 2x به روی 3 منهای 2y مساوی x به روی y. اینو یه 2 بذارم صورت مخرج تغییر که نمی کنم، اسم این کا باشه همون. حالا اینا رو با هم جمعشم بکنم طبق این قاعده، صورت رو با هم جمع بکنم چی میشه؟ 1/3 همون میشه کا دیگه. درسته؟ فهمیدی چی تو شد؟ مشکلی که نیست جانم. گفت نه نگفتم، گفتم سب کنم من توضیح میدم، آخرش گفتم سب کنم من توضیح، اگر هم چیزی شد اشتباه شد بر ببخشید. گزینه چی میشه؟ گزینه سوال 678، اگر اعداد مساحت A و B و C چنان باشن، A به اضافه B به روی C مساوی B به اضافه C به روی آ مساوی C به اضافه به روی B باشن، آنگاه حاصل این چی هست؟ اتفاقی که افتاده 678، A به اضافه B به روی C مساوی B به اضافه C به روی A مساوی C به اضافه A به روی A. درست؟ اینو خواست، اینو داده، اینو خواسته، A به اضافه B در B به اضافه C در C به اضافه A به روی آ به سی.
حالا چیکار کنیم؟ گفتید یک همینطوری حرف زدی؟ یه زرد تو صورت باید در آخرش نمیتونیم باید دو میشه آقا زرد صورت آقا زرد بشون میشه مصابه این اگه این کس مصابه کاور بدی باید اون صورت ها با هم جمعه مخرج رو با هم باید این مصابه تا میشه صورت ها رو؟ صورت ها رو با هم جمعه کنیم مخرج رو با هم میشه کلن دو ببینید این نسبت برابر که ما رو برسالا اون پایینی هم این نسبت برابر که درست شد تا اینجا قبول اینا رو همه رو با هم جمع بکنیم صورت مخرج الان ثابت کردم دیگه درسته این فرق نمیکنه که ا بیوم مساوی سی دیوم مساوی ای افوم مساوی جی اچوم مساوی کا باشه آی به اضافه سی به اضافه ای به اضافه جی بروی بی به اضافه دی به اضافه اف به اضافه اچ مساوی کا میشه فرق نمیکنه تره به جای آ بذار بی کا به جای سی بذار دی کا به جای ای بذار اف کا به جای جی بذار اچ کا کا فاکتور بگیره صورت مخرج میره این اتفاق میفته درسته؟ قبول؟ پس الان اینجا ببینیم این کا ثابته دیگه درسته؟ اینا رو جمعش بکنم ببینم چی میشه صورت ها رو جمع بکنم یه آ اینجاست یه آ اینجاست میشه دو آ دو بی دو سی آی به اضافه بی به اضافه سی میشه کا پس کا چند میشه؟ دو میشه کا دو میشه قبول آقا؟ حالا بیا اینجا نگاه کنید آی به اضافه بی بروی سی داشتیم اینا رو اینو با هم بگیرید این همون کایه درسته؟ بی به اضافه سی بروی آ داشتیم این هم یه کای دیگه هست درسته؟ سی به اضافه آ بروی بی داشتیم این یعنی کاسه میشه دیگه درسته؟ کا به توان سه میشه دو به توان سه میشه هشت گزینه سه میشه فهمیدی چطور شد؟ مشکلی که نیست چی شد؟ مگر آی به اضافه بی بروی سی کا نیست این اسمشه این همون کا دیگه کا ضرب داره کا ضرب داره کا میشه کا به توان سه کارم که حساب کردیم دوه دیگه قبوله؟ نه رو هر سی بی بدیم سی بهتر 680 دقت کنید نوشته آ بیوم دو صف درسته بی سیوم مساویه چهار پنجم آی به اضافه بی به اضافه سی هم گفته چقدر؟ هفتاد خواسته مسئله چی هست؟ سی چند میشه؟ اولا از اینجا بی میشه چهار پنجم و سی همه را بر اساس سی میخوام بنویسم درسته؟ گوش میکنی؟ از بالای آ میشه دو سوم بی به جای بی چهار پنجم سی بذاری آ میشه دو سوم ضرب داره چهار پنجم سی درسته؟ میشه چند؟ هشت پونزده همه سی پس به جای آ میذارم هشت پونزده همه سی به جای بی میذارم چهار پنجم سی به اضافه سی مساوی هفته همه بر اساس سی شد یا نه؟ مگر آ دو سوم بی نبود به جای بی مساویش رو گذاریم چهار پنجم سی درسته؟ قبول؟ مرکز مشترک از پونزده بگیرم این میشه هشت این میشه دوازده این هم میشه چند؟ پونزده سی شده هفتاد هشت و دوازده بیست پونزده میشه سی و پنج این سی و پنج با هفتاد میشه دو درسته سی پونزده هم شده دو و سی میشه سی کدوم گزینه میشه؟ گزینه چهار
بعدی من واسطه این دسته رو توضیح بدم. قبلنم یادتون باشه، گوش میکنی بچه ها. دنباله حسابی داشتید و دنباله هندسی داشتید، درسته؟ دنباله حسابی یا تساعد حسابی چی بود؟ یه مقدار ثابتی اضافه میکرد، مثلا اولی آ بود، بعدی میشد آی به اضافه دی، آی به اضافه دو دی، آی به اضافه سه دی، الی آخر. یه مقدار ثابت به جملات اضافه میشد. گوش کن آقا، به این میگفتیم دنباله حساب، درست شد؟ مشکلی که نیست. حالا اگر آ، بی، سی یه دنباله حسابی تشکیل بدند، به بی میگیم واسطه حسابی این دوتا، این ستا دنباله حسابی تشکیل بدن، بی واسطه حسابی آ و سی است. پس اینجا رو بخوایم بفهمیم، یعنی این فاصله با این فاصله باید یکی باشه، یعنی بی منهای آ باید برابر سی منهای بی باشه، درسته؟ بی بیاد این ور، آ بره اون ور، دوتا بی میشه آی به اضافه سی، پس بی میشه آی به اضافه سی دوم. اگه صحبت از واسطه حسابی بشه یعنی این، قبول؟ حالا یه دنباله دیگه داریم، دنباله هندسی. دنباله هندسی جملات هی در یه عدد ثابتی ضرب میشه. این در کیو ضرب بشه میشه آ کیو، دوباره در کیو ضرب بشه آ کیو دو، آ کیو سه، آ کیو چهار، الی آخر. کیو هم اسمش قدر نسبت بود، درسته؟ به این میگن دنباله هندسی. اگر سه تا عدد داشته باشیم آ بی سی، این سه تا با همدیگه دنباله هندسی تشکیل بدن پشت سر هم، در این صورت بی میگن بی واسطه هندسی آ و سی هست. بی واسطه هندسی آ و سی هست. الان اینجا دقت بکنید، وقتی که واسطه هندسی هست، این تقسیم بر این باید برابر بشه، این تقسیم بر این، یعنی بی تقسیم بر آ باید برابر بشه با سی تقسیم بر بی. یعنی اینو طرف این وسط این بکنیم، یعنی بی دو مساوی آ ضرب در سی میشه. به این میگن واسطه هندسی. فهمیدید شد؟ پس هر موقع صحبت از واسطه هندسی بشه معنیش این هست. حالا برش 682 رو شما حل بکنید. اگر سی واسطه هندسی آ و بی باشد، آنگاه حاصل آ دو به اضافه سی دو بروی بی دو به اضافه سی دو کدام هست؟ دقت کنید، سی واسطه هندسی هست، یعنی سی بین آ و بی هست. 682 یعنی واسطه هندسیه، این دنباله هندسیه، یعنی سی دو برابر آ ضرب در بی هست. اینو به من داده، حالا اینو خواسته آ دو به اضافه سی دو بروی بی دو به اضافه سی دو، اینو خواسته دیگه، این ضرب نقطه است، درسته؟ مشکلی که نیست. به جای سی دو آبی آزبدبی بذارم ببینم چه اتفاق میفته دیگه، درسته؟ آ دو به اضافه آ ضرب در بی، بی دو به اضافه آ ضرب در بی. صورت از چی میتونم فاکتور بگیرم؟ آ میشه آی به اضافه بی. مخرج از چی میتونم فاکتور بگیرم؟ بی آی به اضافه بی. آی به اضافه بی با آی به اضافه بی میره، میشه آ بیوم، درسته؟ آ بیوم تو گزینه هستی. حالا این کجاش سخت بود؟ چی گفتم؟ چی سوال دادن؟ گزینه یک. ششتاد هشتاد چهار فکر بود، بخون ببین چی هستن. میگه در یک مثلث متساوی ساقین، پس میدونی مثلث متساوی ساقین یعنی چی؟
درسته. طول قاعده به کدومش میگن قاعده؟ به اونی که با اون دوتا مساویه رو بهش میگن ساق، اون یکی رو بهش میگن قاعده. درسته؟ طول قاعده واسطه هندسی طول ارتفاع وارد بر قاعده و طول ساق مثلث است. ششصد هشتاد و چهار رو دقت بکنید. یه مثلث متساوی یا ساقه. اینجا رو مثلا آ بگیر، اینم آ، اینم بی. درسته تا اینجا؟ ارتفاع وارد بر قاعده، اینم ارتفاع وارد بر قاعده. اسمشو بذار اچ. درسته؟ میگه طول قاعده واسطه هندسی طول ارتفاع وارد و طول ساق هست. یعنی بی H و A. این تساعد هندسیه. آره دیگه. درسته. پس B2 برابر چی میشه؟ A هاش میشه. این نوشته نیست. درسته. حالا چی خواسته؟ نسبت طول این ارتفاع به طول ساق خواسته. H به روی آره خواسته. H به روی آر خواست. همین دوست داشته بودیم. طول ارتفاع وارد بر قاعده یعنی همین دیگه. ارتفاع تقسیم بر قاعده وارد بر قاعده. یعنی ارتفاعی که به قاعده وارد می شود. نه ارتفاع تقسیم بر قاعده. درست؟ خوب آقا گوش بکردید؟ درست. حالا ببینیم که چجوری میشه. درست. اول این مثلث قائم الزاویه هست. تو مثلث متساوی ساقین ارتفاع وارد بر قاعده، قاعده را مگه نصف نمیکرد؟ پس اینجا این تیکه میشه ب دوم. حواسمون باشه. این تیکه میشه چی؟ ب دوم. ب دوم. پس آ به توان دو مساوی میشه با H2 به اضافه B2 چهارم. به جای B2 چی بذارم؟ آهاش. مشکلی که نداره. به جای B2 آهاش بذارم. A2 مساوی میشه با H2 به اضافه آهاش به روی چهار. من هاش به روی A میخوام. درسته؟ چی کار کنم هاش به روی A به وجود بیاد؟ طرفین رو تقسیم برای آ دو بکنم، هاش به روی آ به وجود میاد یا نه؟ این میشه یک، این میشه هاش دو به روی آ دو، اینم میشه آ هاش به روی آ دو، میشه هاش به روی چهار آ. قبول آقا؟ هر دو طرف اینو به آ دو تقسیم کردم. چرا؟ چون من دنبال هاش به روی آ میگردم دیگه، سعی کردم هاش به روی آ تولید بکنم. درسته؟ قبوله؟ حالا یک مساوی میشه با هاش آ به توان دو به اضافه یک چهارم هاش آ. مشکل که نیست بچه؟ ما اینو اسمشو میذارم ایکس. مشکلی پیش میاد؟ پس یک مساوی میشه با ایکس دو به اضافه ایکس چهارم. طرف اینو در چهار ضرب بکنم، چهار مساوی میشه با ایکس دو، 4x2 به اضافه x. قبوله؟ 4x2 به علاوه x منهای 4 مساوی 0. یه معادله درجه 2. درسته؟ یه معادله درجه 2. دلتاش میشه چی؟ 1 منهای منها به اضافه 64. درسته؟ منفی یک به اضافه رادیکال 65 تقسیم بر 8. درسته؟ یک دیگه هم هست، میشه منفی یک منهای رادیکال 65 تقسیم بر 8. این به دردم نمیخوره. چرا به دردم نمیخوره؟ منفی میشه چون x طول به طوله، نسبت طول به طول عدد مثبت میشه، پس این به دردم نمیخوره. میشه منفی یک به اضافه رادیکال 65 تقسیم بر 8. درسته؟ به توان دو برای چی؟
این اسمش ایمگینی رو میخواست مثلا ایکس رو میخواستی کدوم گزینه میشه آقا فهمیدید یه دوباره توضیح بدم راهش ساده بچه مشکلی بشه چیش شما نگران کنکور زمانش نباشید درسته ساعت 11 بیرونید 685 اول یه شکل داده این زوزنقه از خودش گفته پس آ ب س د این قطر رو رسم کرده چی گفته؟ گفته مساحت مثلث ABC S ABC واسطه هندسی است مساحت مثلث ACD ACD و مساحت زوزنقه مساحت زوزنقه ABCD این اطلاعات داده گوش بکن آقا این که واسطه هندسی هست یعنی این تصاعد هندسیه نتیجه میگیریم این به توان دو یعنی A B C به توان دو مساوی میشه با A C D ضرب داره A B C D قبوله تا اینجا قبول حالا الان مساحت مثلث مساحت مثلث با چی برابره ارتفاع ضرب داره قاعده من این ارتفاع رو میکشم اینه میشه بچه خوبی این هاش اینه که هم ارتفاع مثلث ABC هست هم ارتفاع زوزنقه هست هم ارتفاع اون یکی هم میشه ADC هم میشه قبول دارید؟ از نظر مقدار از نظر شکل نه ارتفاع اینی از اینجا عمود باید رسم میشه درسته؟ ولی با هم یکی هم دیگه چون فاصله دوتا خط موازیه قبول آقا؟ بیام اینجا جواب داری کنم پس یک دومه هاش ضرب داره آبی آبی رو اسمشو بذارم بچه آ بذارم اینم اسمشو بذارم بی مشکلی که نیست برای راحتی میشه آبی سی میشه یک دومه هاش ضرب داره آ کلش بتواند مساوی میشه با اینجا رو نمینویس آ سی دی میشه یک دومه هاش ضرب داره بی قبوله؟ مساحت زوزنقه مساحت زوزنقه چی بود؟ مجموع دو تا قاعده ضرب داره ارتفاع تقسیم بر دو اسم این قاعده رو گذاشتم آ اسم اینجا رو گذاشتم برای اینکه به شما با اشتباه نکن مثلا اصلا میذارم آلفا اینجا رو میذارم بتا این هم میشه بتا قربون هیکل نشستت ارتفاع این میشه این درسته؟ اسمش رو بذارم کن مگه این دوتا خط موازی نیستن؟ وقتی که دو تا خط موازی باشن این فاصله با این فاصله فرقی نداره پس به جای اینکه اینو بنویسم اینو بنویسم درسته؟ قبول؟ حالا این هم میشه یک دومه ارتفاع ضرب داره جمع دو تا قاعده آلفای به علاوه بتا. مشکلی که نیست حالا این ور میشه یک چهارمه هاش دو آلفا دو اون برای میشه یک دوم هاش میشه یک چهارمه هاش دو بتا داخل ضرب بشه میشه آلفا بتا به اضافه بتا دو مشکل که نیست یک چهارمه هاش دو با یک چهارمه هاش دو بره درست چی خواسته مسئله؟ نسبت قاعده کوچیک به قاعده بزرگ بتا آلفا همو خواسته مگه اینو نخواسته من الان به این رابطه رسیدم آلفا دو آلفا بتا به اضافه بتا دو
بتا به روی آلفا میخواد، درسته؟ چیکار کنم بتا به روی آلفا به وجود بیاد؟ تقسیم بر آلفا دو بکنم، مسئله حل دیگه، درسته؟ طرفین تقسیم بر آلفا دو بکنم، این ور میشه یک، این ور میشه آلفا بتا به روی آلفا دو، بتا دو به روی آلفا دو، قبوله؟ یک مساوی، این با این میشه بتا آلفا، این هم میشه بتا آلفا به توان دو. بتا آلفا را اسمش رو بذارم x. x دو به اضافه x منهای یک مساوی صفر. معادله درجه دوه. دلتاش میشه یک به اضافه چهار میشه پنج. منفی یک به اضافه رادیکال پنج تقسیم بر دو. منفی یک منهای رادیکال پنج تقسیم بر. این که قابل قبول نیست. چون طول نسبت دوتا طول منفی نمیشه. پس این میشه. کدوم گزینه میشه؟ گزینه است. بچه دقت کنید. گوش میکنید. توی مثلث. این مثلث ABC باشه. درسته. مساحت این مثلث رو بنویسم. میتونم بنویسم یک دومه. هاش آ ضرب در آ، درسته؟ از طرفی میتونم بنویسم یک دومه هاش بی ضرب در بی، یک دومه هاش سی ضرب در سی. قبول بچه ها؟ مشکلی که نیست. حالا این دوتا رو با هم دیگه نگاه بکن ببینیم چی داره میگه. یک دومه هاش آ ضرب در آ مساوی یک دومه هاش بی ضرب در بی، یک دوم با هم برن. اینو من میتونم اینطوری بنویسم آ به روی بی مساوی میشه با هاش بی به روی هاش آ. این تصویر اینطوری میشه نوشت، این ضرب در. حالا این جمله رو دقت بکنید، معنی بکنید. توی مثلث نسبت ارتفاع ها برعکس نسبت ضلع هاست. اینجا هاش بی به روی هاش آ است، اینجا آ به روی. توی مثلث نسبت ارتفاع ها برعکس نسبت ازلوس. اینجا جمله چی گفته بود؟ نسبت دو ارتفاع در یک مثلث با نسبت ازلای نظیر آنها رابطه عکس داره. درسته؟ قبوله؟ درسته. حالا دو تا مثلثند، ارتفاعهاشون با هم برابره، نسبت مساحتشون چی میشه؟ ارتفاعهاشون با هم برابره. بستگی داره به قاعده. ارتفاعاشون برابرن، مگر مساحت ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر دو نیست؟ پس نسبت مساحتاشون میشه نسبت قاعده هاشون. نسبت مساحتاشون میشه نسبت قاعده هاشون. در دو تا مثلثی که ارتفاعها برابره، نسبت مساحت برابره نسبت قاعده ها میشه. درست آقا؟ قبوله؟ حالا 686 شروع کنید حل کردن. هر چقدر ارتفاع بزرگتر باشه ضلع کوچکتره، مگه برعکس نیست؟ بذار ببینیم چجور میشه. نها کنید 686 راست میگه اندازه های سه ارتفاع مثلث 12 16 و 20 است، نسبت مجموع دو ضلع بزرگ مثلث به ضلع کوچک آن کدام هست؟ یه مثلث داریم، اینه که از همه بزرگتر ارتفاعش کوچکتر باید بشه، پس این ارتفاع چقدره؟ 12. این زلم بذارم x، درست؟ بعد اینه که از همه کوچکتره ارتفاعش باید بزرگتر باشه، این میشه 20. اینم بذاریم z، درست؟ این یکی ارتفاع میشه 16، این هم اسم میشه بذاریم ایگر، درست؟ حالا چی خواسته مسئله؟ نسبت مجموع دو ضلع بزرگ مثلث یعنی x به اضافه y
به روی زد رو خواستم. مگه اینو نخواستم مثلا؟ این میشه ایکس زدم به اضافه ایگرگ زدم. قبوله؟ ایکس زدم میشه هاش زد به روی هاش ایکس. هاش زد 20، هاش ایکس 12، درسته؟ ایگرگ به روی زد میشه هاش زد به روی هاش ایگرگ 20 16. پس درسته؟ این به 4 5، این به 4 3، این به 4 5، پس میشه 5/3 به اضافه 5/4. درسته؟ از چه مخرج مشترک بگیرم؟ 12 میشه 20 به اضافه 15 میشه 35 12. گزینه 4. ما یه سوال نمیتونیم 12 و 16 جمع کنیم بعد تقسیم بر 20 کنیم؟ نمیشه، یعنی همجوری بدون اینکه دونه دونه بگیم کلی بگیم ایکس رو بلا و ایگ دیگ کنیم، یعنی هاشه ایکس بلا و هاشه ایگ دیگ تقسیم بر هاشه زد تا برکس نمیشه کاری ها؟ چرا؟ یا خواهی نگو نسبت ارتفاع میشه اکسش. خب این هم میگیم زد هاش زد تقسیم بر هاش ایکس به علاوه هاش ایکس به علاوه مگه یکی میشه آقا مخلصون یکی نیستن که ایکش بکنه جمع میشه میگو شما الان به این رسیدید هاش زد به روی هاش ایکس به اضافه هاش زد به روی هاش ایکس جمعتشون توی مخلص باشه نمیشه مخرجشون یکی نیستن؟ یعنی نمیشه یعنی کل مخرج رو بگیریم هاش ایکس بعد هاش ایگرگ جا؟ کل مخرج رو بگیریم هاش ایکس بعد هاش ایگرگ شما برعکس اینجا ساز میکنید این رو سر اولی اونو دارید اونجا بره اونجا میشه دیگه در درسته آیا این نمیشه که آخه مگه این چنین چیزی داریم؟ مگه چنین چیزی داریم؟ این تساوی درسته؟ این تساوی غلط شما دارید چنین حرفی میزنید درسته؟ قبوله؟ چون این میشه چی؟ هاش ایکس به روی هاش زد این میشه هاش ایگرگ به روی هاش زد شما اینو حساب میکنید بعد برعکسش میکنید مثلا چنین تساوی نداریم که این غلط قبول؟ 687 میگه در مثلث اندازه های دو ضلع این مثلثمون باشه یه ضلعمون 15 یه ضلعمون 10 این یکی ضلع رو نمیدونم این آ ب س اینم سی دی درسته چی گفته هاش آ به روی هاش بی مساوی میشه با برعکسش بی به روی آ میشه یا نه بچه این رابطه رو دارم یا نه نسبت ارتفاع برعکس نسبت ضلع هست حالا این تا اینجا هاش آ به روی هاش بی مساوی میشه بی چنده؟ 15 آ چنده؟ 10 پس هاش آ به روی هاش بی شده چقدر؟ 3/2 این تا اینجا درست ست قبوله حالا مجموع طول ارتفاع وارد بر این دو ضلع یعنی هاش آ به اضافه هاش بی مساوی شده با چند؟ هاش سی تا اینجا که مشکلی نیست درست اینا رو بیام یه رابطهش بکنم هاش آ رو بنویسم 3/2 هاش بی مشکلی که نیست به جای هاش آ 3/2 هاش بی بذارم مشکل هست پس 3/2 هاش بی به اضافه هاش بی مساوی شده با هاش سی 3/2 به اضافه 1 میشه 5/2 هاش بی شده هاش سی این هاش بی بیاد این ور 5/2 مساوی شد هاش سی هاش بی درسته هاش سی به روی هاش بی با چی برابره؟
بی به روی سی. پنج دوم برابره. بی چنده؟ 15. سی چنده؟ این از اونجا حساب میکنم دیگه، درسته؟ این به 5 1، این به 5 3، پس سی میشه 6. قبوله؟ از اینجا بده چشم سه دومه هاشه بیو از اینجا بسته طرف این هاشه بی میشه هاشه آ میشه سه دوم ضرب در هاشه بی اینجا آوردم گذاشتم درسته؟ قبول؟ کسی سوالی داره؟ جانم آقای سوال درسته اون هاشه آ به اضافه هاشه بی مساوی با هاشه سی و همه رو تقسیم بر یه هاشه سی کنیم اون میشه بیه بعد هاشه آ تقسیم بر سی و بعد به هاشه بی تقسیم بر سی میکردیم مثلا اون برای که در سوال قبلی رفتیم میرفتیم در میمید اینجا بیم؟ آره بنویسم هاشه آ به روی هاشه سی به اضافه هاشه بی به روی هاشه سی میشه یک به جای این چی میذارم؟ آقا به جای میتونیم بذاریم سی سی به روی سی به روی ده به جای این چی بذارم؟ سی به روی 15 مساوی یک درسته؟ اینجا مخرج مشترک از چند بگیرم؟ از سی بگیرم سی بگیرم بهتره دیگه سی تقسیم بر ده میشه سه میشه سه سی به اضافه دو سی مساوی یک پنج سی مساوی سی سی مساوی شیش آره مشکلی نداره میتونیم اون قسمت ارتفاع رو جمع کنیم مخرج رو صورت مخرج رو هم جمع کنیم باید معکوس کنیم بازم نسبتش نسبتش چی بشه؟ معکوسش کنیم دوباره صورت مخرج رو هم جمع کنیم معکوس رو میکنیم میشه یک کار میشه آن یه سوال خب بعد یعنی معکوس این جمع صورت مخرج رو مساوی میشه با جمع اومده دیگیم چرا؟ چون ارتفاع عکس از رو اونا ارتفاع ها نیستن که ارتفاع نیست این کجاست ارتفاع ها هاشه آ نیست هاشه آ به روی ام اونجا اینطوری داریم شما مثلا میتونیم هاشه آ هاشه آ به روی هاشه بی باید باشه که تا بشه مثلا بی به روی آ آم که نگاهی کنیم اینجا هاش آ به روی چیز دیگه یک به هاش آ نمیشه آ یک به روی هاش آ آ نمیشه نه چیز دیگه میتونیم اون دوتا رو در هم ضرب کنیم هاش آ ام در هم اون دوتا ضرب کنیم بگیم هاش آ ضرب در ام مساوی با هاش ب ضرب در ام بعد اینا رو بریم و بریم و بریم میشه هاش ب تقسیم بر هاش آ مساوی با ام به روی ام اینم چه چی رو چرا؟ هاشه ها رو ضرب در این کنیم، هاشه به رو ضرب در این کنیم اینا با هم برابر میشه این رو ببریم اون بر، این هم بیاریم، ببریم اون بر میشه هاشه به آره طرف این رو میتونیم ترش بکنیم هاشه آ بروی هاشه به این بروی این بروی میشه این بروی کرد بهش مستقر شما برعکس این رو دست رو چرا برعکس این رو؟ هاشه به بروی هاشه ها رو در آوردم این بروی نه دیگه اشتباه به دست آوردید دقت کنید 688 در مثلث ABC این تناسب برقرار است و این هست M به اضافه اینه یعنی اینو داده B به اضافه C ده هم مساوی شده با I به اضافه C نهم اونم مساوی شده با آی به اضافه بی هفت درسته حالا بعد این رابطه رو هم داده هاش آ به روی ام مساوی هاش ب هاش ب به روی ان مساوی هاش س به روی پی ام و ان و پی گفت عدد صحیح هن ام و ان و پی عدد صحیح هن درسته خواسته مثلا ام به اضافه ان به اضافه پی قبول
اولا از این طرف اینوستن بکن، مثلا میتونم ببینم که این دو تا رو در نظر بگیریم، میتونم بنویسم هاش آ به روی هاش بی مساوی شو ام ان، درسته؟ این برابر این میشه، برابر بی به روی سی میشه، یادمون باشه بی به روی آ، درست؟ حالا دوباره اینجا نگاه کنید، این دوتا رو در نظر بگیرید، هاش بی به روی هاش سی مساوی شو ان به روی پی، اینم میشه چی؟ سی به روی بی. این رابطه هم داریم، درست؟ حالا اولی آخری هم هاش آ به روی هاش سی میشه ام به روی پی، سی به روی آ هم میشه ام به روی پی. حالا اینا رو داریم، اینو ببینیم چجور ربطش بدیم مثلا به سی آم یا سی بی آم. اما دوباره صورت هم که من کار کنیم، من باید که همجی بیاریم این چیز زهر کنیم، بی به اضافه سی و زد بر نو کنیم، آ به اضافه سی و زد بر ده کنیم، این نسبت های بوده که بودیم جا رو زد. این دوتا رو بله، این دوتا رو ضرب بکنیم، نه بی به اضافه نه سی مساوی میشه با ده آی به اضافه ده سی، پس سی اینجا بوده، درسته؟ یه دونه سی با این میشه سی، درسته؟ 9 بی به اضافه 9 بی مساوی شده با 10 آی به اضافه سی، این یه رابطه است، درسته؟ حالا دیگه چی؟ اول این یکی رو حساب بکنیم، میشه 7 آ به اضافه 7 سی میشه 9 آ به اضافه 9 بی، 9 آ با این میشه 2 آ میشه 7 سی مساوی شو 2 آ به اضافه 2 بی، درست؟ 9 بی، درسته؟ میشه اگه 9 بی رو جمع بزنی کنیم؟ چرا؟ از این دوتا نگاه کنید، گوش میکنید، اینجا 9 بی رو چی بذارم؟ 7 سی منهای 2 آ، 7 سی منهای 2 آ مساوی شو 10 آ به اضافه سی، درست؟ میشه چند؟ 6 سی مساوی 12 آ، پس سی میشه 2 آ، سی شد 2 آ، درسته؟ حالا اولی رو با آخری در نظر بگیریم، اولی رو با آخری در نظر بگیریم، میشه 7 بی به اضافه 7 سی مساوی شو 10 آ به اضافه 10 بی، این میشه 3 بی، درسته؟ 7 سی مساوی شده بود 10 آ به اضافه 3 بی، درست؟ به جای سی چی بذارم؟ 2 آ، میشه چی؟ 14 آ مساوی 10 آی به اضافه 3 بی، 4 آ مساوی 3 بی. اون نمیتونیم 7 سی اونجا جای بذاریم دومی، چه؟ 7 سی رو جای بذاریم توی اون دومیه، فرما میکنم برای هم میشه، درسته؟ الان نگاه کنیش بی به روی آ، بی به روی آ چی شد؟ بی به روی آ شد 4 سوم، این یه رابطه، اینجا بنویسم مرتب بی به روی آ شد 4 سوم، درسته؟ سی به روی آ شد 2، درسته؟ بعد سی و بی رو هم میتونم چیز بکنم دیگه، رابطه شو به دست بیارم دیگه، درسته؟ سی به روی آ را دارم، بی به روی آ را هم دارم، سی به روی بی، ببینید
به جای آ چی بذارم؟ سی دوم. درسته؟ چهار ضرب داره سی دوم مساوی میشه سه بی. دو سی میشه چند؟ سه بی. درسته؟ سی بروی بی میشه سه دوم. سی بروی بی میشه سه دوم. سی بروی آ امنوم ببخشید بی بروی آ امنوم ام انو سی بروی آ ام پیو چی بود ان پی. حالا دقت کنید اینجا میخوام ام و انو پیدا بکنم یه جوری که هر سه تا اینا درست باشه. اون عدد چه هستن؟ ام 3 ام 4 ام 3 ام 4 پی 2 همون رو به دست میارم. نه دیگه نمیشه اینجا میشه ام 3 باشه پی 2 خب 4 در نظر بگیرید ام و 3 میشه با این دو تا دی هم سازگاری داره دیگه درسته ام 4 ام 3 پی 2 اینا دیگه هم سازگاری داره دیگه ام و 4 بذارم پی رو 2 بذارم میشه 2 پس حالا جمع اینا رو خواسته نو کدوم گزینه میشه